یکی دیگه از نکاتی که خیلی حائز اهمیته و من ندیدم کسی به صلاح استفاده بکنه، یعنی اون اساتید یا مدرسینی که ویدیو آموزش درست میکنن، من ندیدم از این به صلاح این نکته رو رعایت بکنن و از این به صلاح نکته بهره ببرن. این هستش که الان به صلاح اسکرین، سایز اسکرین ما هستش. همونطور که میدونید سایز اسکرین ما به صلاح همینطوری سریع کپچر بکنیم اینطوری نیستش که سریع به اصطلاح اون اسکرین رو ما ضبط بکنیم. باید حتما اسکرین به اصطلاح سایز ما روی ستینگ خاصی باشه که 1280 در 720 هستش. دیفولت ما حدودا تقریبا میشه گفت 1440 در 900. البته خب بستگی داره به شخص که روی چه دیفولت یا چه چیز قراردادی به اصطلاح تنظیمش کرده باشه. ولی مثلا برای اسکرین کپچر ما حتما باید 1280 در 720 باشه، ولی معمولا کسی روی این بسیار دقت نمیکنه. و اگر بتونیم روی 1280 در 720 بذاریمش تو یوتیوب هم دقیقا فیت میشه و خیلی قشنگ ما میتونیم مثلا این ویدیو رو توی خود ویدیو بدونی که سمت راست از چپش سیاه باشه مثلا مشکی بشه ببینیم، چون سایز درسته در واقع. خب ما ببینید داخل خود سیستم به اصطلاح دیفالت سیستم ما همچین سایز رو نمیتونیم ستینگ کنیم. نگاه کنید ما هر وقت میریم روی آیکون کوچیک 1280 در 800 داده به ما، یعنی اون سایزی که ما میخوایم و نداردش. خب ما باید به اصطلاح چیکار کنیم؟ همونطور که میبینید هر کدوم از اینا که به اصطلاح در حالت دیفالت سیستم مک هستش رو به اصطلاح ترای کنیم یا انجام بدیم، سعی خودمون رو بکنیم روش، اون به اصطلاح سایزی که دل خواه ما هستش رو نمیتونیم به دست بیاریم. خب ما باید چیکار کنیم؟ پس تو سیستم نیستش، ما تو خود این سافتی که ما میریم در مبزار که میریم الان سویچ رز اکس هستش، اینو که کلیک میزنیم ببینید الان به اصطلاح یه پنجره به ما باز میشه که در واقع ستینگ این سویچ رز ازش. ببینید این سافت هستش که بسیار سافت کوچیکه و خیلی هم ارزونه، زیاد قیمتی نداره و اگر ستینگش رو به اصطلاح بزنید روی موقع لانچ، مثلا موقع که میخواد آغاز بشه این ستینگ روش انجام بدید، هر وقت که سیستم شما به اصطلاح باز شد این هم همین جایی که الان میبینید لانچ سویچ ریس، این سیستم این به در واقع نرم افزارم با سیستم شما شروع به کار میکنه و وقتی شروع به کار کرد میاید توی اون تولبار بالا شما یه آیکون بسیار کوچیک میتونید اینجوری ببینینش. پس برای این اگر چکش بزنید توی اون قسمت موقع که شروع کرد مثلا سیستم اومد بالا، این بالا شما میتونید اینا رو در هر سایزی که شما بخواید مثلا میتونید اینا ستینگش انجام بدید. خیلی خیلی سافت خوبی هستش، نرم افزار خوبی هستش و خیلی مفیده. اینا من سفارش میکنم که استفاده کنید. خب حالا ما این سافت رو از کجا ما میتونیم تهیه کنیم؟ و این سافت رو بخوایم تهیه کنیم از توی سایتش که ما میبینید، همونجوری که میبینید سویچ رکس اکس الان جلوی ما هستش، میبینید توی سایت اینجا که ما میریم اگر بتونیم توی خود سایت خود اینا به اصطلاح بتونیم سافتش رو تهیه بکنیم که بهترینه. الان همونطور که میبینید الان البته خوب من اینجا فراموش کردم که تولبار خودم رو به اصطلاح مخفی کنم که الان مخفیش کردم، مثلا اون فیوریت بار یا بوکمارک خودم رو. الان ما توی قسمت کلیک و دانلود که میزنیم، توی دانلود شما ببینید اون قسمت به اصطلاح اد تو دی کارت، این قسمتی هست که به اصطلاح شاپینگ یا به اصطلاح خرید ما هستش. وقتی کلیک میزنیم، البته من تو ژاپن هستم، ژاپنی برای من نوشته 1721 ین، ولی خب اگه بخوایم دلارم به اصطلاح ببینیم چقدر دلار میشه، خب اگر روی انگلیسی بذاریمش یونایتد استیت خب میشه 16 دلار، تقریبا 16 دلار قیمت این نرم افزار هستش. خب اگر اینو بخرید یا بتونید اینو به اصطلاح فراهم بکنید استفاده کنید روی سیستمتون، من سفارش میکنم که اینو حتما استفاده بکنید و سایز به اصطلاح صحیح و درست رو برای کپچرینگ انجام بدید که بسیار بسیار نکته خیلی حائز اهمیتی هستش. امیدوارم که اینو رعایت بکنید و امیدوارم که این نکته رو رعایت بکنید و بتونید ویدیوی خوبی درست کنید.